پروژه والا اونو خودمم باید بخونم، خیلی خبر ندارم. من فقط یه جدولی ازشون گیر آورد. نگاه بکنید به گوگل. کدوم صفحه است؟ یه فرمول بگین. نه دو. جدول نه دو. جدول نه دو. فرمول قانون هاول. این فرمول چگونه به وجود اومده؟ به دست اومده؟ خود H0 H0 مقدارش رو چجوری به دست اومده؟ اینو هابل نگاه میکرد به چیز به آسمان، به ستاره و به کهکشان ها. اون وقت دابلر شیفتش رو اندازه می گرفت، ویسیوم رو اندازه می گرفت. این ویسیوم رو اصطلاحاً منجمین اسمش رو گذاشتن زد. زد مساوی ویسیوم، یعنی که وی مساوی سی زد. خب و بعد قدر ظاهریش رو اندازه می گرفت، قدر مطلقش هم به یه نحوی به دست می آورد از اون راههایی که قبلا گفتیم. مثلا یه آراره، مثلا یک سفید پیدا میکرد درش و پریودش اندازه میگرفت، از روی پریودش میگفت که خب این باید، این سفید باید قدر مطلقش فلان باشه، حالا قدر ظاهریش رو فلان میبینم، ام منهای ام، ام کوچک منهای ام بزرگ، این مدول فاصله است و فاصله حساب میکنه. یعنی ساده بود مسئله. کاری که هابل میکرد عبارت از این بود. جرم قدر، اسمش چیه؟ قدر ظاهری رو حساب میکرد. قدر مطلق رو هم از یه طریقی به دست می آورد. مثلا میگفت من یه سوپرنوا دیدم درش، قدر و اون سوپرنوا با اون مشخصات باید قدر ظاهریش، قدر مطلقش این باشه. یا می گفت که یک سفید دیدم در اون کهکشان، پریود تغییراتش فلانقدر روزه، وقت از روی این منحنی که داریم برای سفید ها اگر پریود بلد باشین قدر مطلق را میتونید حساب کنید، اینه به دست می آورد. و بعد این مساوی بود، فرمول رو به من بگیم ببینم، دو و نیم بود یا پنج بود؟ دو و نیم لوگاریتم دی ها بر مبنای لوگاریتم دهی و اینم بر مبنای پارسک و منهای پنجم داشت نه؟ ها؟ پنج لوگاریتم دی. آره اینو میگم مدول فاصله، پنج لوگاریتم دی.
خب شما اگر اینو اندازه بگیرین، اینو از یه جایی به دست بیارین، اون وقت میتونین دی رو بر حسب پارسه حساب بکنین دیگه. و بعد دابل شیفتش اندازه میگرفت، دابل شیفت وی سی اوم رو میداد، وی مساوی سی زد، که زد باشه وی سی اوم. اون وقت این رو که رسم میکرد، اینجا وی، اینجا دی. چیزی که میدید، این اندازه گیریاش کاوش روی خط میفت. این اولین چیزی که از هابل داریم همینه. او وقت ضریب زاویه این یک بر ایچ بار، یک بر ایچ زیروز، یا بلکس گفتم دی مساویه وی مساویه ایج دی، دیه. این هم ایج صفر بگیم، این چون در زمان خودمون داریم اندازه میگیریم، به گذشته های دور آینده کیهان نگاه نمی کنیم، چون این ایج الان در این فصل توان خواهیم دید که تابع زمانه و همین فرمول رو به دست خواهیم آورد. در این مدل کیهان شناختی استاندارد این H0 رو، این معادله رو به دست خواهیم آورد و دقیق تر از این به دست خواهیم آورد. ولی کاری که هابل میکرد این بود، این اندازه میگرفت، این هم به یه نحوی به دست می آورد، از روی رسد، وقت بنابراین دی رو حساب میکرد، وی رو هم از روی دابلر شیفت حساب میکرد، دابلر شیفت خطوط طیفی. اون وقت اینا رو که رسم میکرد یه خط بود و H0 رو از این فرمول حساب میکرد. این کار هابل بود. بعدن همین کار رو بقیه رصد کننده دقیقا همین رو راه رو رفتن، چون راه دیگری نیست. وقت و این عدد H رو با الان با دقت دو رقم اشار داده بود دیگه، نه؟ 67 67 علاوه یا منهای دهم، نه، و با این دقت این رو، این چیز پروژه پلانک، پروژه رصد پلانک، ماهواره پلانک، این رو به دست میده. من زمانی که دانشجو بودم این عدد رو میگفتن 100 و قبل از اون گفته بودند بوده 10 سال پیش و پس 150 تا 50، حتی 25 هم گفته شده بوده، چون کار آسونی نبوده. و 15 در آورده بود؟ بله. هابل نگاه بکنین، اون اولین منحنی که هابل داده، فقط جرأت هابل رو میخواسته اعلام بکنه عالم در حال انبساطه، و الا از اون 15 تا نقطه، 7-8 تا نقطه ای که داشته نمیشد این رو نتیجه گیری کرد. ولی خب چیزش، شم نجومیش، شم فیزیکیش اجازه داده بهش که اعلام بکنه که این رابطه وجود داره، عالم در حال انبساطه، و انبساطش هم از این قانون، کم و بیش از این قانون پیروی میکنه. البته با این درس امروز هم این قانون رو هم اصلاح خواهیم کرد، یک تصحیحی برش خواهیم نوشت. ببینید اون هابلی که الان تعریف کردیم، دیمانسیونش نگاه بکنید، دیمانسیون یک بر زمانه. وی عبارت است از طول تقسیم بر زمان، این طرف ایج دیش زمان رو، طول رو داره، پس بنابراین ایج باید دیمانسیون یک بر زمان رو داشته باشه. اون وقت حساب میکنیم با همین 567
کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسک یک زمانی در حد ده به توان نزدیک به ده به توان 13 چند یه چیزی ضرب از مرتبه ده به توان 13-14. خب این زمان چه معنا میده؟ قاعدتا باید در از مرتبه عمر عالم باشه. قسم نمیخوریم این عمر عالمه، ولی order of magnitudeش باید عمر عالم باشه. اینکه در مدل کیهان رو چطور فرض بکنیم، خب اون خودش یه داستان دیگریه. آیا این فرمول بکشین دی رو به صفر برسونین، الان میگیم عالم در حال مثاله، معنیش اینه که در گذشته منقبض‌تر بود. آیا این رو میتونیم اونقدر منقبض بکنیم و بگیم که یه زمانی بوده که از نقطه صفر شروع کرده، از دی مساوی با صفر شروع کرده؟ خب این خیلی حرف و حدیث داره و ممکنه یکی بگه من قبول دارم آره اینطور بوده، یکی هم بگه که نه خیر، خیلی داستان خیلی پیچیده‌تر از این است. اونایی که بیگ بنگ رو پیشنهاد میکنن از ناچاری، چون هیچ کسی که اون زمان نبوده و شواهدی هم که از اون زمان داریم بسیار بسیار اندکه، اون وقت اونا برای این باورن که بله عالم از یک نقطه شروع کرده، اسمش هم بگذاریم بیگ بنگ، و بعد لابد در اون زمان عالم میباز خیلی فشرده بوده باشه، لابد در اون زمان دمای اگر قرار باشه دما نسبت بدیم دمای بسیار بسیار زیادی داشته باشه، لابد در اون زمان ماده و انرژی ماده و اشعه الکترومغناطیس نمیشده جدا از هم وجود داشته باشن، دمای داغی که نمیدونم کسی یادشه چه دماهایی ذکر میکنن در بیگ بنگ، یا اقلا در چند دهم ثانیه بعد از بیگ بنگ چه دماهایی میگن؟ دمای پلانک چقدره؟ نگاه بکنین گوشیاتون رو. بله خب حالا ده به توان 34 کلوین. می‌بینید این دمایی نیست که ما در روی کره زمین باش آشنا هستیم. و آیا اجازه داریم بگیم که ترمودینامیکی که ما می‌شناسیم اینقدر بکشیم عقب؟ دمایی که روی کره زمین دارین چقدر مگه؟ از کره‌ای که آهن ذوب می‌کنه که بیشتر نیست. حالا بگیم داخل کره زمین خیلی داغ‌تر از اونه، بگیم که داخل خورشید خیلی داغ‌تر از اونه. داخل خورشید دماش عبارت است از میلیون درجه، چند میلیون درجه، زیر 10-12 میلیون درجه دمای داخل خورشید. این 10-12 میلیون یعنی 10^7. با 10^34 خیلی فرق داره دیگه، نیست؟ آیا اجازه داریم این ترمودینامیکی داریم حالا در داخل خورشیدم جواب درست میده ببریم به بگیم که بله در عالم اولیه ترمودینامیکی که امروز میشناسیم در اون زمان هم صادق بوده و به یه سیستمی فرض کنیم که دماش 10^34 10^7 با 10^34 خیلی خیلی فرق میکنه. ولی خب حالا قبول بکنیم است. مطمئنن در این دما اگر درست بوده باشه این حرفامون، ببین کلمه رو تکرار بکنین، اگر درست بوده باشه این فرضام، اگر درست بوده باشه این فرضام، ماده به صورت معمولی یا ریدیشن به صورت معمولی
قاعدتا نمیباید بوده باش، همه چیز قاطی پاتی بوده باش. حالا بعد از انبساط، خب اگر درست باشه این فرضمون که عالم از یک نقطه، آغازش یک انفجار بزرگ از یک نقطه بوده که ابعاد صفر داشته، و بعد که منبسط میشه، چگالی هر اون چیزی که بوده یا از هر چیزی که داریم تو ذهنمون هست صحبت میکنیم، چگالی باید کم بشه به تدریج چون بزرگ میشه. و همین حرف هم که داریم میزنیم، داریم فرض میکنیم که اصل بقای یه چیزی وجود داره، والا اگه اصل بقای یه چیزی وجود نداشته باشه، این حرفتون بی‌معنا میشه. شاید خدا همون موقع عالم رو میآفریده، نمیدونم، قدرت خداست دیگه، از هر جایی لازم بوده میریخته ماده رو بیرون. اون وقت این حرفتون درست نخواهد آمد دیگه. خب حالا بعد از فرض کنیم که همه این فرضامون درسته، وقت یه عالم که منبسط میشه، چگالیش باید بیاد پایین، دماش بیاد پایین. دما آمد پایین، ممکنه در یک مرحله ماده و انرژی که قبلا نمیتونستیم سلام بگیم که چی به چیه و کی به کیه، ممکنه که ماده و انرژی از هم جدا بشن. ماده و انرژی با هم اینتراکشن دارن، و اگر خیلی شدید باشه هر دو خیلی غلیظ باشه، خب نمیدونیم چه اتفاق میفته. ولی پس از یه مقدار انبساط و خنک شدن و چگالی پایین آمدن، ممکنه که بگیم ماده به وجود آمده و جدا شده از انرژی، چون ماده و انرژی قابل تبدیل به هم هستن دیگه. لابراتوار معلومات لابراتواری امروزمون میگه که ماده و انرژی قابل تبدیل به هم هستن. وقت ماده رادیواکتیو چه کار میکنه؟ یه مقدار وقتی که اون همه انرژی میده بیرون یک مثلا نیروگاه اتمی، این انرژیش از کجا آمده؟ این تبدیل مقدار از این اورانیوم یا بقیه مواد رادیواکتیو چیه؟ اورانیوم و رادیوم و فلان، این چیزا که متلاشی میشن، جرمشون بیشتر از اون چیزیه که اجزا تجزیه شدن. وقتی این انرژی، این جرمی گم شده، تبدیل میشه به انرژی و نیروگاه رو میچرخونه، یا بمب اتم رو درست میکنه که ویرانه بیاره. وقت ماده و انرژی قابل تبدیل به هم هستن. در یه مرحله خب عالم به قدری سرد میشه که این دیگه، این اینتراکشن بین ماده و انرژی از هم دیگه دیکاپلد بشن، جدا بشن. مثلا الکترون و پروتون به وجود بیاد، یا ذرات بنیادی کوچکتر از اون به وجود بیاد، و اون وقت این اینتراکشن تا اندازه زیادی متوقف میشه و ماده شکل میگیره. اول ماده‌ای که انتظار داریم شکل بگیره هیدروژنه، چون سبکترین عنصریه که میشناسیم. وقت بنابراین عالم اولیه باید انتظار داشته باشیم هیدروژنش زیاد باشه، و این یه تأییدی است، و اینو رصد هم میکنیم در عالم موجود. حال حاضر 75% عالم هیدروژنه، 24% هم بگیم هیلیومه، 1% حالا عنصر سنگین بعدها تشکیل شده باشه به زور. بنابراین اینکه عالم موجود 75% هیدروژنه، کم و بیش بقیهش هیلیومه. حالا یه مختصری برای سایر عناصری که در جدول مندلیف میتونیم پیدا بکنیم برای اون اختصاص داده شده،
این یه تأیید میتونه باشه برای همین همه این حرفایی که زدیم و گفتیم فرض بکنیم این فرض کنیم اون فرض کنیم اون یکی. ولی خب هنوز خیلی نکات تاریک و نامفهوم میمونه در این فرضامون که داریم راجع به عالم اولیه چی داریم صحبت میکنیم. این فصل رو به آخر برسونیم، یه مقدار از تناقضاتی که در مورد تاریخ گذشته عالم داریم ذکر شده. حالا دو تا از این تناقضا ذکر شده که هنوز که جهان‌شناسان نمیدونن چه کار بکنن براش. ببینید تابش پس زمینه کیهانی اینطور بود. اولا که کشفش توسط آقای ویلسون و اون یکی آدم کی بود؟ اسمشو بردیم؟ پنزیاس و ویلسون بود. اینا آنتنشون رو گرفته بودند کوچی کنار آسمان ببینن که چه مایکروویوی میرسه و برای نیرو هوایی آمریکا هم داشتن کار میکردن که بالاخره لازمه که تکنولوژی رادار یکی از تکنولوژی های جنگ دیگه و تحقیقاتشون برای اون منظور بود. ولی در این وسط دیدن که از به هر گوشه آسمان نگاه میکنن یه نویز وجود داره در آنتنشون و این نویز فرقی نمیکنه کدوم گوشه آسمان رو دارن نگاه میکنن، از به هر گوشه آسمان نگاه میکردن این نویز وجود داشت، یعنی خطای دستگاه، خطای اندازه‌گیری، خطای انسانی نبود که این نویز رو به وجود می آورد. و بعد که در طول‌موج‌های مختلف که در اطراف اون طول‌موج میکرومتری که بود اندازه‌گیری کردن، این نویز بالا پایین میشد. وقتی رسم میکردیم به نظر میرسید که یه منحنی تشعشع پلانکه با دمای 2.7 درجه. اون وقت این اولین چیزیه که پنزیاس و ویلسون قطبش که این unpolarized light، unpolarized radiation. نور قطبیده و نور غیر قطبیده رو تو الکترومغناطیس یادتون هست. ببینید قطبش این سوال رو میکنیم، من رشته کلامی باز از این موضوع ببرم به یه موضوع دیگه. نور و تشعشع الکترومغناطیسی علل اصول یه میدان الکتریک داره، یه میدان مغناطیس داره. امتداد میدان مغناطیس الکتریکش رو گفتیم قطبش نور بنا به تعریف. اون وقت دو تا قطبش میتونه وجود داشته باشه، یا در این امتداد یا عمود برش یا هر ترکیبی از این دوتا که ممکنه این بردار الکتریک به چرخه، بیزی به چرخه، روی دایره به چرخه و متناسب با این تغییرات در میدان الکتریک اسامی مختلف اختراع کردیم. قطبش خطی، قطبش دایروی، قطبش بیزوی، نمیدونم چپگرد، راستگرد، از این حرف. ولی این برای نوریه که همدوسه، به این معنا از یک چشمه آمده و فوتون هایی که میاد بیرون ازش همشون یه رابطه فازی با همدیگه دارن. اگر چنین چیزی نباشه، یه شمع رو بذارین اونجا روشن بشه، خب نور میده و تعداد زیادی فوتون هم پخش میکنه. ولی اینکه هر فوتون با به چه نحوی از کجای اون فتیله شمع آمده بیرون، رابطه فازی با همدیگه ندارن.
بنابراین شما در نور شمع نمیتونیم بگین که امتداد میدان الکتریک کدومه و این نور آنپولرایزده نور خورشید آنپولرایزده تمام نورهای طبیعی نوری که از این چراغ میاد آنپولرایزده و گرمای تشعشع گرمایی که از در و دیوار این اتاق هست آنپولرایزده مگر اینکه نور آنپولرایز رو بگیرین از یک پولرایزر تیغه پولرایزر که دو اپتیک از ماشک اپتیک میبینین رد بکنید نصفش رو بریزین کنار نصفش رو بگین که حالا که این خارج میشه از پولرایزر من در این امتداد میاد بیرون و این شد پولاریزه بنابراین تابش پسزمینه کیهانی قاعدتا باید آن پولرایز باشه و حالا این اگر تابش این تابش تابش گرماییه باید از قانون پلانک پیروی بکنه که مشاهدات این رو نشون میدن که از قانون پلانک پیروی میکنه و اون منحنی تابش پلانک هم دماش 2.7 درجه است ببین تابش توی این اتاق تابش گرمایی وجود داره رسم بکنید در طول موج‌های مختلف گرمایی رو که توی این اتاق هست یه منحنی پلانک پیدا میکنید ولی با دمای 20 درجه سانتیگراد که 273 هم بهش اضافه بکنید بگیم مالا 300 درجه کلوین به دست میارید مال خورشید که میاد آن پولرایزده ولی از یه چشمه ای میاد که دماش 600 خورشید دماش 6000 درجه است پس بنابراین اون تابش اونم تابش پلانکه و از منحنی پلانک پیروی میکنه منتها یه منحنی پلانکی که برای دمای 6000 درجه نوشته شده است رسم شده است چی بود سوالتون؟ آها تابش پس زمینه کیهان خب عالم اولیه منبسط میشه ماده و تشعشع از رادیشن از هم جدا میشن و بعد اینتراکشن کمتری دارن در شرایط عادی این رادیشنی که توی این اتاق هست این لیوان منو نمیتونه متلاشی بکنه ولی اگر بگذارم در یه کوره این رو ممکنه ذوب بکنه این تشعشع این اینتراکشن ماده و انرژی در شرایط عادی ماده و انرژی در دمای کم اینتراکشن با هم ندارن یا اینتراکشن حد اکثر در حد جذب و نشر و انعکاس و انکسار از این در این از این از این از این مقداره وقت بنابراین در دمای کم هم ماده وجود داره هم تشعشع وجود داره منتها انرژی در چگالی انرژی در رادیشن به نسبت یک بر طول موج تغییر میکنه متناسب است با لامدا 4 و این لامدا هر چقدر متناسب است با 1/4 اگر طول موج هر چقدر بلندتر بشه این شدت انرژی میاد پایین دیگه به نسبت 1/4 در صورتی که چگالی ماده در این اتاق اگر ابعاد اتاق رو 2 بکنید به نسبت 2/3 میاد پایین چگالی درسته؟ حجم رو اگر طول رو 2 کردین چگالی ماده به نسبت 2/3 میاد پایین در صورتی که در رادیشن 2/4 میاد پایین خب بنابراین در عالمی که داره منبسط میشه روز اول هم تشعشع و هم تابش و هم ماده چگالی های بسیار بسیار بالایی دارن به تدریج که جلوتر میدیم رادیشن عقبتر میفته چون خیلی سریعتر میاد پایین
یک بر لامدا 4، یک بر طول به توان 4. این یکی یک بر طول به توان 3 میاد پایین. خب پس بنابراین ریدییشن اهمیتش رو در زمانهای بلند از دست میده. به همین خاطر هم هست که امروز تو همون جدول رو اگر نگاه بکنید چگالی انرژی در تابش پس زمینه چقدره و چگالی ماده در این عالم به طور متوسط چقدره و میبینید که اونجا نوشته که چگالی تابش پس زمینه ناچیزه. این ناچیزیش به خاطر اینکه اون به نسبت یک بر لامدا به توان 4 آمده پایین، این ماده به صورت یک بر لامدا به توان 3 آمده پایین و الان این اهمیت حفظ کرده، اون یکی ناچیز شده. اینا توی این جدولی که از پروژه پلانک گرفته شده گرفتم اینجا هست، میتونید درش ببینید. توی فصل بعدی هم روی اینا برمیگردیم صحبت بکنیم. آها نمیدونم، او رو من خیلی اطلاعات دقیق ندارم. کسی خبر داره از شما؟ من سرچ کردم چند مورد بود. ناهمگنی آغاز آفرینش، ناهمگنی در آغاز آفرینش. ببینید این فرض رو میکنیم، الان هم همین فرض رو خواهم کرد، ولی فرضه. میگم که من اینطور به عقلم میرسی که اینطور بوده، حالا ممکنه عقل من خیلی درست قضاوت نکرده باشه دیگه. ناهمگنی یعنی اینکه این گرانش نیوتونی که خب در اون شرایط انتظار نداشته باشیم کار بکنه، گرانش انیشتنی منظورتونه. خب اینم باز یکی از این فرضاتونه که اونایی که مدل کیهان شناختی میسازن میگن که خب فرمول انیشتن رو بذاریم، همون فیلد ایکویشن انیشتن رو، و این رو بسویش بکنیم ببینیم چی میشه. حالا اگر فرمول انیشتن یه جای عیب داشته باشه در اون شرایط کیهان اولیه، اون وقت میتونین همچین حرفی هم بزنین دیگه. اتفاقا این به نظر من شاید معقول ترین فرض باشه. ما در یه جایی فرض خواهیم کرد الان که عالم هم ایزوتروپه و هم همگنه، و عالمی هم که در این فصل هشتم بود، فصل نهم، عالمی هم که شناختیم میبینید که خیلی هم اینکه بگیم که عالم همگنه، وقتی که در یه جاهای دیواره وجود داره، توهی جا وجود داره، کلاس خوشه های کهکشان دور هم جمع شدن، اینا رو چه کار بکنیم؟ اینا رو چه جور هضم بکنیم؟ اینا رو به یه نحوی براش دلیل میتراشیم که خیلی خوب این
درسته دیواره ها توی جاهای اینا وجود دارن، ولی شما اگر در بزرگ مقیاس نگاه بکنید عالم همگینه. ولی چقدر بزرگ مقیاس آخه؟ یه جای الان همون شکلایی که توی این کتاب یکی دوتا هست، یه طرف عالم نگاه میکنه میبینه که توی جا زیاده، اون طرفش کمه. و حالا اگر اینطور باشه، این فرض ما که عالم هم ایزوتروپی و هم همگینه یه خورده عیب پیدا بکنه، اون وقت تابش پس زمینه که از این طرف میاد و به ما میرسه، با تابش پس زمینه که از این ور میاد به ما میرسه، باید در سر راهش با توسط ماده که سر راه بوده، اسکترد شده، نمیدونم جذب شده، نشت شده، اسکترد شده، ممکنه فرق بکنه از این طرف تا این طرف و این آنیزوتروپی رو به وجود بیاره. یک در صد هزار. بله. اینو باید بشینین با محاسبه به من نشون بدین، یا با محاسبه به یک کسی که معلومات کیهان شناختش بیشتر از منه نشون بدین. خب بریم سراغ این کیهان شناسی. آخرین من برگردم به این فصل قبلی، یکی از این شکلا از آسمان اون شکل موزاییک مانندی که بود در کدوم صفحه است؟ این آرایش اجرام کیهانی. این چیه؟ گروه کهکشان های محلی. ساختار اسفنجی کیهان. ببینید این شکل، ببینید. اینا دیواره هاست. روی این سطح کهکشان ها جمع شدن. این ورش کمه، اون ورش کمه. روی اینجا باز یه تعدادی. روی اینجا یه تعدادی. وسط خالیه. اینجا خالیه. اینجا خالیه. اینجا ها هست. ولی این دیواره های این ور با این دیواره های این طرف فرق میکنه دیگه. حالا اینو بیاییم بگیم که یک نواخته. یه خورده باید فکر بکنیم که از چی داریم صحبت میکنیم دیگه. این عالمه که همو بیش در بزرگ مقیاس این عالمه. فکر میکنم مقیاسی هم اگر بخوایم بگیم همین طول باید در حد 10 به توان 11 یا 12 کیلو پارسک باشه. 10 به توان 11 یا 12 پارسک باشه. بله. همین طول. خب. حالا توی این فصل جدیدمون ببینیم که این تصویر رو از مشاهدات، این فصل نهم مشاهدات بود. کلن من صحبت میکردم. ها؟ 10 به توان 12 پارسک میشه 1000 مگاپارسک.
ببینید کیلو پارسک، هزار پارسک، مگا پارسک، میلیون پارسک، اون وقت ده به توان شیش و بعد ده به توان نه رو ببینید چی بگیم؟ چی بگیم؟ ها؟ نه دیگه کیلو پارسک، کیلو یعنی هزار دیگه گیگا پارسک، بله و بالاتر از اون گیگا میخوایم پنتا و اینا رو به کار ببریم ببریم آه؟ تیرا، بله خب تابش پس ببینید عالم الان بنابراین چیزی که تو ذهنمون میاد عالم یه مقدار ماده داره توضیحش هم این نمونه از همین شکلی که بود من نشون دادم در کهکشان ها در مقیاس تراپارسک و بالاتر از اون اون وقت یه مقدار من تشعشع داره ریدیشن تابش پسزمینه کیهانی اسمشو بگذاریم این دماش 2.7 درجه مطلق بیشتر نیست و در فعلا در حال حاضر نقشش در شکل دادن دینامیک کیهان به اندازه ماده نیست به خاطر اینکه انرژی چوالی انرژی پس زمینه تشعشع پس زمینه از چوالی انرژی ماده‌ای که در ستاره ها و کهکشان هست خیلی کمه ولی این تابش پس زمینه با دقت 1/100,000 هم ایزوتروپه به این معنا اگر به هر گوشه آسمان شما نگاه به آنتنتون رو آنتن پنزیاس و ویلسون رو به هر گوشه آسمان نشانه برین تشعشعی که ریدیشنی که دریافت میکنین فرقی نمیکنه یکسانه با دقت 1/100,000 این 1/100,000 هم همین یافته های پروژه پلانکی که در همین سالهای اخیر کشف شده و اما ماده چی؟ در مورد ماده چی فرض بکنیم؟ شما یه تلسکوپ های اپرچر دارن دیگه نیست؟ مثلا میتونید آسمان رو در داخل یه مخروطی که این زاویه مخروط زاویه فضایی مخروط باشه فرض کنید یک ثانیه در یک ثانیه در این حدود این تلسکوپ ها چیز دارن امتدادهای مختلف و آسمان رو بررسی بکنید و بشمارید که چند تا سر راه در این مخروط کهکشان هست بعد بچرخونید کم و بیش اینجا هم میبینید که تعداد کهکشان هایی در داخل این مخروط های مشابه با اپرچر مشابه هستن در امدادهای مختلف به چرخونین اونا هم یکسانه کم و بیش یکسانه نه دقیقا ولی کم و بیش یکسانه خب این رو تعبیر بکنیم به این که توزیع ماده هم ایزوتروپه امتدادهای مختلف که نگاه میکنیم تعداد کهکشان هایی که در امتداد دیدمون میشموریم در داخل یه مخروط با زاویه دلتافی مثلا ربطی به دلتافی نداره ربطی به امتداد دلتافی نداره بنابراین این هم فرض بکنیم با اغماز با اغماز کلمه رو فراموش نکنین توزیع ماده هم ایزوتروپ توزیع ریدیشن ایزوتروپه اون رو با دقت خیلی خوب میتونیم مطمئن باشیم از رصد این یکی رو با اغماز
قبول بکنیم که اینم ایزوتروپی. ولی خب ما اگر این ایزوتروپی رو داریم اندازه میگیریم از زمین نگاه میکنیم دیگه، تلسکوپ اون رو زمینه، ماهواره همون دور زمینه. زمین که مقام شاخصی نداره در این عالم خلقت. بنابراین من میتونم فرض بکنم اگر از هر جای دیگر آسمانم، اگر از هر جای دیگر کیهانم، جای دیگر نه امتداد دیگر، اگر از هر جای دیگر کیهانم با عالم نگاه میکردم، قاعدتاً باید اون را هم ایزوتروپ ببینم، هم توزیع ماده و هم توزیع رادیشن، تابش پس زمینه، اونم باید ایزوتروپ دیده بشه. ترجمه میکنید این فرضای منو خوب دقت بکنید. از زمین که نگاه میکنم رادیشن رو ایزوتروپ میبینم، با اغماز توزیع ماده رو هم ایزوتروپ میبینم. بعد میگم که زمین مقام شاخصی در این کیهان نداره، پس بنابراین اگر در هر جای کیهان یه رصد کننده ای بود، قاعدتاً اون هم باید همین رو ببینه. بنابراین فرض میکنم عالم از هر جای دیگر رصد بشه، باید هم تابش و هم ماده رو ایزوتروپ ببینه. ولی اگر قرار باشه عالم رو از همه جا ایزوتروپ ببینیم، باید عالم همگن بوده باشه. همگنی و ایزوتروپی تفاوت میذاریم بینشون یا نه؟ هوای این اتاق من از اینجا که نگاه بکنم و هر امتدادی تعداد اتمایی که در داخل این مخلوط میبینم بشمارم، اینا یکسانه. و اگر شما هم اون جاهای مختلف نشستین همین کار رو بکنین و بگین که آره شما هم ایزوتروپ میبینین، معناش اینه که این هوای اتاق همگن هم هست، یعنی تعداد مولکول هایی که در واحد حجم اونجا هست و اینجا هست و اینجا هست، اینا هم با هم برابره. پس بنابراین ایزوتروپی از همه جای عالم لازمش همگنیه. خب پس فرض کنیم عالم همگنه و ایزوتروپه. اگر این رو فرض بکنیم، این رو به عنوان اصل بپذیریم، این رو یه نامگذاری بکنیم، بگیم که این اصل کیهان شناختی. اصل کیهان شناختی فرض میکنه که عالم از هر جا نگاه بشه ایزوتروپه و بنابراین باید همگن باشه، چون جاهای مختلف امتیازی به همدیگه نداره. میخواین این کتاب رو بخونیم؟ پاراگراف دومش رو میخونم. از سوی دیگر ناظر زمینی نسبت به ناظرهای فرضی دیگری که در هر جای کیهان باشند امتیازی ندارند. بنابراین منطقی است بپذیریم کیهان از هر جا که رصد شود همسان گرد دیده خواهد شد، هم مادهش و هم تابش پس زمینش. ولی لازمه همسانگردی از همه جا همگنی است. بنابراین باید بپذیریم که کیهان بزرگ مقیاس از نقطه نظر تابش پس زمینه و پخش شدگی ماده همگن و همسانگرد است. البته میدانیم که ماده دیده شدنی در ستاره ها، کهکشان ها، خوشه های کهکشان ها و حتی در سیستم های بزرگتری مانند خوشه های کهکشان ها و دیواره های توهی جاها پخش شده است. بنابراین همگنی رو باید در اندازه های بزرگ چند صد و چند هزار مگاپارسک بپذیریم. در ابعاد کوچکتر از این همگنی
فرض درستی نخواهد بود. ولی خب الان راجع به کل کیهان می‌خوایم صحبت بکنیم. اون وقت می‌تونیم بگیم که عالم در بزرگ مقیاس، در مقیاس های 100 و 1000 مگاپارسک همگنه. همگنه و همسنگرده. اصل کیهان شناختی. اصل کیهان شناختی ارتقاء نتیجه گیری بالا که از رصد آسمان به دست می آید به جایگاه یک اصل است. و به این ترتیب کیهان بزرگ مقیاس از نقطه نظر پخش شدگی انرژی و تکانه تابش انرژی و تکانه تابش و ماده در همه زمانهای کیهانی همگن و همسانگرد است. ببینید یه چیز نه فقط در حال حاضر همگن همسانگرده، بلکه فرض میکنیم در گذشته های دور هم همگن و همسانگرد بوده و در آینده های دور هم همسن و همگن و همسانگرد خواهد بود. این رو فعلا بپذیریم. ممکنه در عالم واقع، در کیهانی که رصد الان داریم میکنیم، این فرضا درست نباشن یا با این دقت درست نباشد. و ولی در هر حال بالاخره یه کاری باید بکنیم دیگه. میتونه این چنین کیهانی که داریم میسازیم بر مبنای اصل کیهان شناختی به این ترتیب گفته شد، کم و بیش میتونه نزدیک باشه به اون چیزی که در عالم میبینیم. در جاهایی هم ممکنه انحراف ببینیم از این عالم واقع رصد بکنیم ببینیم نه کاملا با این نمیخونه. در هر حال این یه اصلی است، میپذیریم که یه مدل بسازیم. این مدل ممکنه تا اندازه با کیهان موجود وفق بده یا وفق نده، ولی بهترین چیزی که به عقلمون میرسه الان این کار رو بکنیم. مدل کیهان شناختی که بر پایه اصل کیهان شناختی ساخته شود، یعنی همین اصل، داشته های آن گونه اشاره کامل باشد و از معادله میدان انیشتن پیروی کند، مدل استاندارد نامیده می شود. ببینید اصل کیهان شناختی را قبول میکنیم. عالم در همه زمانها و در همه مکانها همگن و همسنگرده. این از کیهان شناخت. و محتوای عالم یه اشاره کامله. و دینامیکش از معادله میدان انیشتن پیروی میکنه. سه تا شرط. اصل کیهان شناختی حاکم بر عالم. محتوای عالم ماده اشاره کامله و آخری چی بود گفتم؟ و دینامیک عالم از معادله میدان انیشتن پیروی میکنه. چنین مدلی اگر بسازیم اسمش از مدل استاندارد. مدل استاندارد ممکنه عالم موجود رو خوب توضیح نده. جاهایی به اشکال بر بخوره که میخوردم. ولی در هر حال تنها چیزی و ساده ترین چیزی که به عقلمون میرسه بررسی بکنیم. خب ولی همین مدل استاندارد که میسازیم یه شواهد تجربی خوبی هم بهمون میده. اینا را بعدا خواهیم رسید، ولی اینجا فهرست شده که رصدها چه تأییدی میگذارن بر درستی نسبی بودن این مدلی که کیهان شناختی. مدل استاندارد نامیده میشد. مدل استاندارد الزاماً کیهانی که از رصدها میشناسیم نیست، ولی میتواند روی هم رفته تقریب خوبی از آن باشد. مدل استاندارد بعضی شواهد رصدی مانند تابش پس زمینه کیهانی با
بیناب جسم سیاه با دمای 2.7 کلوین یا فراوانی شیمیایی 27 درصدی هیلیوم در کیهان آغازین را پیش بینی میکند. پیش بینی میکنه این مدل که کیهان آغازین 27 درصدش هیلیوم بوده بعد از اینکه ماده و تشعشع از هم دیگه جدا شدن. 27 درصد هیلیوم بوده، 100 درصد چقدر میمونه؟ 73 درصد. و 73 درصدش هیدروژن بوده، کیهان آغازین. اون وقت در کیهان آغازین عناصر سنگین هم نبودند. عناصر سنگین بعداً در داخل ستاره ها و مخصوصاً در داخل ستاره هایی که منفجر میشن، نووه ها و سوپرنووه ها به وجود آمدن. از سوی دیگر، یافته های دیگری مانند انبساط شتابنده کیهان یا تشکیل ساختارها، تشکیل کهکشان ها، دیوارها و تهیجاها با مدل استاندارد همخوانی ندارن. این هم یکی از عیباشه. حالا همین اواخر فهمیدیم که در حال انبساط و انبساطش هم شتاب داره. ترجمه کنیم. کیهان شناسای اولیه بعد از هابل. مردم قبول کردن که خیلی خوب، عالم از یه نقطه منفجر شده و بعد داره بزرگ میشه، ولی قاعدتاً مثل سنگی که پرتاب بکنیم به بالا، هر چقدر بالا بره باید سرعتش کم بشه، شتابش منفیه. باید این بالاخره یه مقدار بزرگ بشه و بعداً این شتاب منفی داشته باشه، این انبساط کند باشه. یعنی اون اج صفری که اونجا میبینین، این یواش یواش کوچک بشه. نمیدونم اینو درست گفتم یا نه. حالا با فرمولا چک میکنیم. ولی اینطور نبود. در سال 1997 یه سوپرنووایی کشف شد. مشخصاتش نشون میداد، یعنی میزان روشنایی که انتظار داشتن در کیهان با شتاب منفی دیده بشه وفق نمیداد. با کیهانی که شتابش مثبته وفق میداد. و از اون زمان، از 1997 میدونیم که شتاب کیهان شتاب مثبت، انبساط کیهان شتابنده است و شتابش مثبته. در صورتی که قبل از اون تفکر رایج این بود که عالم در حال انبساطه، ولی شتاب انبساط کند شونده است. از 1997 به این سو میفهمیم که شتاب عالم در حال انبساطه و شتابش مثبت. و این رو مدل استاندارد پیش بینی نمیکنه. شتاب مثبت رو مدل استاندارد پیش بینی نمیکنه. از سوی دیگر، و اینکه ساختارها یه داستان بزرگیه. چرا این ساختاره؟ چرا کهکشان‌ها به این صورت؟ چرا در خوشه‌های کهکشانی جمع میشن؟ چرا در دیواره‌ها جمع میشن؟ خود این یه داستان بلندیه. اینا رو هم مدل کیهان شناختی، مدل استاندارد کیهان شناختی درست جواب نمیده. برای اینکه فرض کردیم، از کیهان شناختی رو فرض کردیم که عالم در همه زمان ها ایزوتروپ و همسنگرده و این همسنگرد نمیبینیم. در دیواره ها، اون جایی که دیواره ها و تهیجاها ها وجود دارن، همسنگرد کیهان همسنگرد نیست. و این مدل استاندارد اینا رو توضیح نمیده و طبیعی هم که نتونه توضیح بده. روی هم رفته با توجه به اطلاعات رصدی اندکی که از کیهان بزرگ در دست است،
نمیتوان میزان درستی یا نادرستی مدل استاندارد را داوری کرد. شاید بتوان گفت مدل استاندارد نقطه آغاز مناسبی برای بررسی کیهان است و باید منتظر شواهد رصدی بیشتری بود تا راه و چاه را نشان دهند. خیلی. حالا برای این کیهان یک سینماتیک بحث خواهیم کرد و یک دینامیک. اینکه مشخصات این انبساط اینا چی هست و بعد علت این مشخصات چیه، چون وقت میریم سراغ معادل انیشتین. بخش اول رو بگیم سینماتیک، بخش دوم رو بگیم دینامیک. این الان چیزی که میخوام صحبت بکنم سینماتیک کیهانه. این هندسه کیهان چی هست؟ این رو میخوایم صحبت بکنیم. حالا چرا این هندسه اینطور هست؟ اون رو میگذاریم برای مبحث وقتی که دینامیک کیهان رو میخوایم بررسی بکنیم. اون وقت میریم سراغ معادله انیشتین. کیهان شناخته شده در حال انبساط است. کیهان استاندارد فرضی را هم در حال انبساط فرض کنیم. فرض کنیم که این کیهانی که میست مدل استاندارد اونم منبسط میشه. پارامترهای فیزیکی آن بنا به اصل کیهان شناختی باید نسبت به مکان ثابت بمانند و نسبت به زمان تغییر کنند. یه حرف رو فهمیدین؟ پارامترهای فیزیکی که برای کیهان میشناسیم باید در همه مکان‌های یکسان باشه ولی در زمان‌های مختلف فرق بکنه. مثلا چگالی ماده امروز در تمام نقاط کیهان با این فرض کیهان شناخت اصل کیهان شناخت قبول کردیم باید چگالی تابع از مکان نباشه، فشار تابع از کمان از مکان نباشه، دما تابع از زمان مکان نباشه. به زمان باید بستگی داشته باشن. روشنه؟ این منطقی که داریم جلو میریم جزئیاتش رو میتونیم پلوی هم بچینین و به من تحویل بدین دفعه دیگه. اگر این سوال کردم به من تحویل بدین این حرفا رو، دقت بکنید. کیهان شناخته شده در حال انبساط است. کیهان استاندارد فرضی رو که از اصل کیهان شناختی استاندارد می‌سازیم، اون رو هم در حال انبساط